اونقدر آدم میکشته. یعنی در واقع به زبان امروزین دگراندیشان رو محمود بر نمیتافته. و بعد رفته رفته ما میرسیم به قرآن قرن ششم، روزگار تسلط تفکر دینی از قرن ششم هست و روزگار خصومت با فلسفه، نه تنها اهل دین و دستگاه خلافت، که بعضی شعرهای ما هم میبینیم همین کار رو کردن. مثل فرض کنید که همین سنایی، شاعر معروف خودمان، میگوید مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی از این آیین بی دینان، یعنی فیلسوفان، پشیمانی پشیمانی، و ادعا میکند که شما رها کنید این آیین یونانیان رو و چیز کنید. و بعد ما در این همین دوره داریم که عرض کنم که دستگاه دین و دستگاه دولت دریافتن که این تفکر عقلی ابن سینا باعث بیدینی می شود و گفتن هر کس ریاضی بخواند بیدین می شود. و درست می گوید، چون کسی که توانست فکر عقلش انقدر گسترش پیدا کنه که استدلال ها رو بفهمه و کازالیتی رو بفهمد، در این تحلیل هایی که کرده بودن، در این اسنادی که منتشر شده در همین اینترنت، اسناد آمریکایی‌ها، در تحلیل ایرانی میگن ایرانی‌ها چون همه چیز رو واگذار به الله کردن، کازالیتی رو نمیفهمن. فکر میکنن ممکن است یه اتفاق بیخودی اتفاق بیفته بدون علت. این است که میری سر قبر امام، ممکنه فکر کنی که مثلا مریضت خوب میشه. حالا میگه چرا آقا خوب میشه؟ میگه خوب میشه دیگه، چون واگذار کردن به الله و همه چیز رو به الله کردن. این تسلسل منطق در ذهنیت بیشتر ما گم شده. فکر میکنیم که علت و معلول نیست، ممکن است یه چیزی بدون علت هم اتفاق بیفته چون خدا میخواد. از قرن ششم این اتفاق افتاد. من خیلی مختصر میکنم، کتاب ها دارد و داستان ها. ما بعد رسیدیم به امام محمد غزالی طوسی که میگویند زیان این برای مدنیت اون روزگار از زیان مغول یا بیشتر بوده یا حداقل هم قد قامت زیان مغول بوده، به جهتی که این آقا آمده است به دلایلی که خودش میخواسته یه کتابی نوشته است و فلسفه رو رد کرده، فیلسوفان رو هم تکفیر کرده، یعنی اگر ابن سینا و فارابی و ارسطو میگن آقا دارشون میکشه، به نام التهافت فلاسفه. و البته ما یک ابن رشدی دادیم، جواب خیلی بایسته ای داد، اما این امام زیان خودش رو زده بود. تفکر عقلی رخ بربست و فلسفه تحریم شد، کما که در روزگار همین خمینی، همین آقای منتظری میگوید از خراسان به ما نوشتن که ما شنیدیم در حوزه قم فلسفه هم صحبت میشه. آقا این کار غیر اسلامی و حرام است، چگونه شما راجع به فلسفه صحبت میکنید؟ یعنی اون که راه به جایی دارد ما ممکن از ذهن رو بیدار بکند. اینها رفته رفته با انحطاط جامعه اینها برافتاد. حالا برمیگردیم سر موضوع فردوسی. این استاد مرد حکیمی است، مرد دانشمندی است، تفکرش هم کاملا عقلی است، مطلق مذهبی نیست ذهن فردوسی. من می‌خواستم این رو خدمت شما عرض کنم بعد از نمی‌دونم چند دهه هست ما در این کتاب سیر می‌کنیم. تفکر این مرد کاملا علمی است، تفکر مذهبی نداره. حتی از اینکه او رو منتسب بکنند که این آقا زرتشتی است، از اون هم تن زده. چون می‌دونید پیش از فردوسی ما دقیقی رو داریم که شاعر زرتشتی است، پیدایش زرتشت رو اون گزارش کرده در هزار بیت. فردوسی آمده است بگوید اگر من داستان زرتشت بگم این آخوندها عرض بکنم اطراف هستن ما رو متهم میکنن. آمده است و میگوید من یه خواب دیدم و دقیقی رو دیدم که به من گفت این کتاب من رو، یه هزار بیت من رو در متن وارد کن. اون بخش مربوط است به پیدایش زرتشت، خیلی هم بهترین بخش شعر دقیقی هم پیدایش زرتشت، خیلی زیباست. چنین دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب، دقیقی ز جایی فراز آمدی بر این جام می داستان ها زدی. به فردوسی آواز دادی که می مخور جز با این کابوسه، که این بخشیشه وارد کرده. بنابراین دامن فرا چیده از قضایای دین، دامن فرا چیده چون وظیفه مهمتری رو داشته فردوسی. از اون بخش های اساطیر الاولین که بخش هایش مربوط به متون دینی هم هست خیلی به سرعت گذشته. از این چیزهای سیمبولیک نخستین شاهنامه رو نیا کنید، پادشاهی جمشید و تهمورس و اینها، خیلی مختصره، نپرداخته، واردش نشده، اما داستانهای حماسی است و تاریخ است که فردوسی به تفصیل از اونها یاد کرده. ذهن این مرد کاملا عالمانه است. من برای شما خواهم خوند، ببینید که در پیدایش گیتی چگونه سخن گفته، در حالی که تفکر غالب در روزگار فردوسی این بوده است بین مسلمی که خداوند آدم و حوا رو خلق کرد از گل و لجن گندیده و همین سخنان خنده‌آور خلق کرد و بعد
اینها گناه کردن، همون داستانی که اینها هم داستان یهودی ها بود و یهودی ها هرگز نمیخواستن اینها رو کسی بدانن. خیلی سیکرت بوده داستان تورات، نزد یهودی ها بسیار عزیز بوده، براش تبلیغ نمیکردن. ولتر یک جا میگوید که این داستانی که با شمشیر عرب ها مشهور شد، این داستان خنده آور نمیدونم خلقت آدم و حوا، اگر در روزگار امپراتوری روم، هر این حرف ولتره، یک یهودی می آمد و می رفت پیش سناتورهای روم، می گفت که ما از نژاد حوا هستیم و اینها، او رو شلاق می زدن، می گفتن چگونه از تو فهمیدی و مدنیت های ایران و چین و یونان همه نفهمیدن، تو فهمیدی از کجا آمدی؟ همچین استدلال رو ولتر آورد. اینا رو خیلی دوست داشتن یهودی، تورات به دست کسی نمی دادن. اینقدر هست که عرض کنم که پیغمبر اسلام در حوزه ای که ایشون کار می کرد 53% یا 55% اهالی مدینه یهودی بودن. یهودی بسیار نفوذ داشتن در جزیره العرب. اینا از سال 70 مسیحی آمده بودن در اون منطقه و قبایل مختلف بودن. آیین یهود بسیار رایج بوده، آیین مسیح بسیار رایج بوده، آیین زرتشت، اندیشه‌های هندی، همه چیز در عربستان پیدا می‌شده. به جهتی که مردم آزادی بودن، عرب بسیار مردمان آزاده‌ای بودن. فرزانگی‌هاشون از دست رفت متأسفانه. دلاور بودن، مهمان نواز بودن، خردمند بودن. بینشون آدم های خردمند بسیار پیدا می شد، بینشون شعرا پیدا می شد. و شما اگه نیک بنگرید، اینقدر میگن جاهلی جاهلی، بزرگترین آدم های اسلام خب پرورده جاهلی مگه نیستن؟ خود محمد هست و خالد ابن ولید هست و عمر هست و ابوبکر هست و ابو طالب، اینا همه دورانگان جاهلی هست. پس چه دوره جاهلی بوده که اینا رو تولید کرده، در حالی که بعدش از این آدم ها دیگه تولید نشد؟ یک فضای آزادی بوده، زنان هم اونجا نقش داشتن، نقششون با مردم برابر بوده. هر چی ما شنیدیم در باب این داستان جاهلی یک سر مغالطه بوده تا اونجا که ما فهمیدیم. باری این داستان ها رو ایشون از تورات آموخته. در واقع به تحقیق خدمت شما عرض میکنم که در واقع قرآن یک رونوشتی از تورات هست. شما تورات رو اندیشه هاشو بکشید، چیزی باقی نمیمونه جز مش قصص و احکام. خداش همونه تشکیل و تنها چیزی که فزون دارد این است که در آیین یهود ما بهشت و جهنم نداریم، یعنی مرگ پایان زندگیه. پیداست اینا خیلی مردمان عاقلی بودن. این علاقه ای که به جمع آوری مال مشهور هست در آیین یهود هست به جهت اینکه هر چه هست در این جهان هست و این اختراع و ابداع بهشت و جهنم توسط ایرانی ها بوده که بعد رفته است به فلسفه یونان، از اونجا حرکت کرده وارد مسیحیت شده و به اسلام هم آمده. اینو پشتوانه دستورات اسلام کردن. بیم و امید. تورات چنین چیزی نداره. شما همه تورات رو صد بار بخونید، نه نامی از بهشت هست نه از جهنم، مطلق. خدا هم خیلی ملموس و یک ذره از آدم قوی تره. یعنی وقتی با پیغمبرش کشتی میگیره، یک لغتی پیغمبره میزنه زیر بیخ رونه خدا، در میگیره، یقهشو میگیره، محکم میگیره، اینا میگه چیزی بهم بده تا ولت کنم. خدا در این حد هست. اما به چیزی که رسیده خیلی دور از دسترس و خیلی قهار و یه چیز خیلی دور از دسترس است، قابل ملموس.